دربست. درود میفرستم امیدوارم که حالتون خوب باشه اپیزود چهارم پادکست مخاطب خاص رادیو دربس رو میبینید و میشنوید امیدوارم که امروز هم تا انتها با ما همراه باشید که کلی برنامه داریم براتون امروز هم مطابق معمول یک مهمان دوست داشتنی و خوب داریم که باز هم در خدمت شما دوستان هستن صداهاتون رو میشنون راجبه فن بیان و نکاتی که خیلی مهمه در این هیته باتون با صحبت میکنن امیدوارم که تا انتها همراه ما باشید که کلی مطالب مفید امیدوارم دستگیرتون بشه نسیم رفی سلام سلام چطور سعید خوبی؟ قربونت چه خبر همه چی خوبه؟ بهتر از اینم نمیشم گلگلی که پوشیدم بله خیلی که <تصفح> <تصفح> شما مخاطب پسند شدین قربونی شما میکنم. خیلی خوش اومدید مجدد به استودیو پادکست مخاطب خاص رادیو دربست. و برنامه سومم که چش به هم میزنیم تموم میشه دقیقا همینطوره خیلی از دوستان کامنتاشون رو برامون فرستادن خیلی مثبت بودش و طبق معمول ریاکشن خیلی خوبی گرفت خدا رو شکر و امیدوارم که امروز هم کلی اتفاقات خیلی خوب بیفته تو برنامه ما. امیدوارم شما چه خبر اوضاع چطوره سلامتی همه چی خوب میگذره یه کوچولو سنت شکنی کنیم بریم همون اول چند تا صدا با هم بشنویم که باشه. کلی امروز کار داریم ما با باشه باشه, 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 باشه. صدای اولی که ما میخوایم پخش کنیم مربوط میشه به در واقع خانم فاطمه محمدی خانم فاطمه محمدی رو بشنویم برمیگردیم بحث رو شروع میکنیم حتما به نظرم بهترین چیزی که توی دنیا وجود داره عشقه شما زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مزری رو داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافیه شنیدین که میگن جز عشق جهان نکته ارزنده ندارد و تنها عمل منطقی عشقه عشق تنها بلای قشنگیه که میتونه به سرمون بیاد و بدترین چیز توی دنیا میتونه دلتنگی باشه امان از دلتنگی بی امان خب خیلی متشکرم نکته که خودت فکر میکنی بگو تا من بگم من خیلی کرکتر انیمیشنی دیدم صدا شو. درسته و غیر از اونم جالب بود خوشم اومد از سن صداش, صدا صدا پایین بود حالا نمیدونم باره. خودش چند سالشه مثل شما سنش پایینه شما. بله بله, بله. خوب. خب. بعد اینکه وقتی که داریم در مورد عشق صحبت میکنیم چرا غمگین مگه همیشه عشق غم توش مثلا این شاید شکست خورده شاید مثلا جز عشق جهان نکته ارزنده ندارد یعنی گفت جز عشق جهان نکته ارزنده ندارد انگار که یک اتفاق بدی براش افتاده و خیلی ناراحت و افسرده است در صورتی که اگر یک لبخند توی کلامش بود از اول تا آخر متن کلا ناراحت بود نمیدونم چرا فاطمه جان محمدی درسته نکته این بخش این میشه که به مفهوم جمله دقت کنیم و لحنمون رو بر اساس مفهومی که میخونیم دقیقا چون ما کار با صدا داریم. داریم هیچ تصویری نیست تویی که داری اون تصویر رو به ما خاطب میدی پس وقتی که میگی عشق وقتی میگی تنفر اینا باید ساخته بشه و با صدای تو ساخته میشه <applause> حالا من فکر میکنم اگر که اولین نکته ای که امروز به بچه ها یاد میدم اینه که بهشون میگم چند تا کلمه مثبت رو واژه های مثبت رو بنویسید 5 تا ده تا واژه مثبت ده تا واژه منفی حالا شروع کن اینها رو صدات رو ضبط بکن و اینها رو گفتن مثلا عشق دوست داشتن عاشق بودن کلمه های این مدلی بعد حالا کلمه های منفی دزدی خیانت اینا رو بخون بعد گوش کن اگر مثل هم بودن تو داری اشتباه میخونی ولی اگر که تونستی تفکیکشون کنی اونی که عشق عشق و واقعا من بفهمم با صداد خودت متوجه بشی که داری در مورد عشق میگی و بعد بگی دزدی خیانت اینها رو قشنگ اون طوری که باید شاید میگی اون موقع موفقی حالا برو تو متن خوندن دقیقا اینا رو اجرا بکن چند تا واژه رو بنویسید با مفاهیم خاص مثلا به قول شما چند تا پیام منفی داشته باشه چند تا پیام مثبت داشته باشه بارها و بارها سعی کنید لحنتون رو بهش نزدیک کنید و تمرین کنید همین بله گم سراغ بعدی فرشته جوان مرد بله. به نظر من بهترین چیز تو این دنیا عشق همه چیز با عشق معنی پیدا میکنه حتی هوش و علم وقتی قشنگن که در خدمت عشق باشند بدترین چیز اما نبود عشق وقتی عشق نباشه بدترین چیزها دنبالش میاد دروغ خیانت اگر میتونید دوباره برگردید عقب بشنوید صدای فرشته رو هم بهترینش بدترین بود هم بدترینش بدترین بود یعنی متاسفانه اونجوری که باید شاید بیان نکرد بدترینش جای درستی بود ولی بدترین چیز در این دنیا عارف. اشقه بدترین چیز نبود اشقه ببین اصلا تو اینا رو تفکیک نکردی از هم دیگه برای این هم بازم غمگین میگم انگار که عشق فقط غم میاره برای نمیدونم دهه 80 اینجوری هم برای ما که اینجور نبود نه بابا با من میگم که مشکی رنگ عشق بله بله درسته بله مشکی ایرانی ها کلا مشکی پوشن دیگه شیکه دیگه همه جا هم برای عروسی خوب هم برای عزا رنگی رنگی ما خانی ما میدین چرا مشکی میپوشیم برای اینکه معلوم نشه چاقیم البته چاق نیستیم ما که واضح تر قشنگ <applause> بود خب. خب فریده گرامی فریده گرامی بدترین چیزی که توی این دنیا وجود داره به نظر من اینه که سریع دوراهی باشی ندونی چی درسته و چی غلط کدوم راه و کدوم چاهه و تو حیرونی که در نهایت باید کدوم راهو انتخاب کنی و اما بهترین چیز توی این دنیا تلاش و کوشش برای رسیدن به آرزوهات. شاید تو مسیرت هزار بار زمین بخوری. ولی وقتی رسیدی، یه نفس عمیق میکشی و میگی شد. می شد. بالاخره شد همونی که باید میشد. آخیش بالاخره شد همونی که باید میشد. یه مقدار توی آکسان گذاریاش مشکل داشت. یه مقدار آوای خاصی در خواندنش داشت ولی یه کوچولو من فکر کنم تونست اون غم و شادی رو تفکیک بکنه فریده گرامی دمت کرد مرسی یه چند تا کامنت هم با هم دیگه بخونیم راجع به کامنت هم صحبت کنیم چون به حال به نظر من خود این برنامه متعلق به مردم دیگه ما لازم داریم که صحبت به مردم هم اونایی هم که دارن الان تصویر ما رو می‌بینن یا صدای ما رو می‌شنون لطفاً برای ما کامنت بذارید هر سوالی دارید بپرسید ما دونه بدونه کامنتاتون رو میخونیم بررسی میکنیم میخون. قول میدم بهتون و بهش پاسخ هم میدیم هر سوالی داری تو ذهنتون ما مخلص شما هستیم خب یکی از دوستان من فرستادن که کنترل صدای خروجی جز فن بیان محسوب میشه یعنی چی منم خیلی نفهمیدم منظورش چیه ولی فکر میکنم که تنفس رو کنترل شده به بیرون در واقع رها کنن شاید منظورشون بودش اگه اینه که درسته بله دیگه واقعا باید تنفس کنترل شده باشه خصوصا که میخوایم متن طولانی بخونیم البته بعضی از آدم ها توی صحبت کردن عادیشون هم نمیتونن تنفسشون رو کنترل کنن حالا یا وقتی هیجان دارن اینجور صحبت میکنن و استراب دارن استرس دارن و یا اینکه مطمئن نیستن به چیزی که میخوان بگن و آدما بهشون اعتماد نمیکنن دیگه باید بتونن تنفسشون رو کنترل کنن چون هم. کسی که وسط صحبت کردن هی این نفس نفس میزنه من بهش اعتمادی ندارم میگم این چرا اگر که داره مثلا در مورد یک موضوعی رو آموزش میخواد بده و در مورد یک محتوایی میخواد صحبت بکنه من اون محتوا رو ازش نمیپذیرم اگر که نتونه تنفسش رو نگه داره یعنی اعتماد مخاطب رو کم میکنه اون کسی تو. که این نفس نفس میزنه یا شاید تنظیم نمیکنه خب سلام وقت بخیر لطفا در مورد نحوه صحبت دیافراگمی هم توضیح بدید بفرمایید توضیح بدید من خودم خیلی تو اپیزود اولم گفتم حالا اونایی که ندیدن پیشنهاد میکنم که اپیزودهای ما رو به ترتیب ببینید و کامل از... بله کامل ببینید به جهت اینکه خیلی از مطالب در واقع گفته, شد. گفته شده و خیلی میتونه کمکتون کنه بحث دیافراگ اگر خودم خیلی با تمرین و با ممارست همش میبینم که خیلی در واقع کنار همدیگه میتونه معنی بگیره یعنی اینکه اگر من بخوام مثال تمرین دیافراگ می بکنم هر روز صبح باید تنفس خودم رو تنظیم کنم مثلا به عنوان مثال پنج ثانیه من یا چهار ثانیه در واقع نفس میکشم حدود 8 ثانیه هفت ثانیه نگه میدارم و رها شده و کنترل شده رهاش میکنم این نکته مهمیه این باعث میشه که دیافراگممون که اون عضلات در واقع دیافراگمی ما در واقع توش هستش حالا اسم اون عضلات رو نمیدونم دکترم نیستم خیلی اسم عضلات رو ب... بتونم خدمتتون بگم ولی بهتون بگم که این معجزه میکنه من خودم هر روز هم استراب منو کم میکنه هم استرس منو کم میکنه همین که نسیم جان ام... اه... حس میکنم که انگار مثلا ظرفیت ریاهام خیلی افزایش پیدا میکنه. بله. آره. همین. من چیزی که خودم تو ذهنم بود که گفتم خیلی کار دیگه جز شاید هم کار سختی باشه یه مقدارم شاید سرگیجه بیارم اون اوایلش یکم سرمون گیج بره ولی پیشنهاد میکنم به شدت هم پیشنهاد میکنم که هر روز این کارو شده سه تا سه ستا ستایی هم انجام بدی می انجام بدی بهشون بگیم که اگر که قرار هست مثلا نفستون رو حبس کنید برید پایین و خیلی آروم بیاین بالا اینم خوبه و اینکه شکم خالی این کار رو انجام ندید چون حتما سرگیجه میگیرین شکم پر هم این کار رو انجام ندید اینکه مثل حالت رکوع برید پایین و بعد بیاین بالا نفستون رو حبس کنید و نفس باز بکشید یعنی حبس کنید برید پایین بعد نگه دارید تا اون جایی که میتونید بعد خیلی آروم بیاین بالا اینم فکر میکنم خیلی بهشون کمک میکنه و اینکه میگید که از صحبت های دیافراگمی یکم راجبش صحبت کنید صدایی که ما تولید میکنیم توی سینه خودمون یا هد وایس خودمون اینا رو باید بعدا به این آگاهی برسیم که بتونیم انتقالش بدیم یعنی الان اگر مثلا من میخوام هد وایس صحبت کنم خیلی راحت میتونم الان هد وایس صحبت کنم واسه فکر میکنم که الان ولی میخوام تو سینه صحبت کنم که دیافراگم صحبت سینه کنم. قشنگتر و دیگه شاید مثلا اونایی که تئاتر کار میکنن هد وایس رو بهتر باید یاد بگیرن یا بیشتر براشون کارایی داره و چون مثلا تئاتر به این صورتی که 20 شب پشت سر هم دیگه باید یه تئاتر رو ما اجرا کنیم خب صدا میگیره دیگه وقتی ما این اصول رو بلد نباشیم مطمئن باشید صداتون میگیره پس اگر این اصول رو ما بلد باشیم صدا دلیلی نداره که به این راحتی ها بگیره این هم نکته بود که گفتم شاید و یه هم توی اپیزودهای قبل یادم گفتی در مورد خورد و خوراک خیلی مهمه که من بشناسم که مواد آلرژیزای من چیا هست و چه چیزی باعث میشه صدای من بگیره مثلا من شیر نسکافه میخورم میام سر ضبط صدا میگیره یه نفر ممکنه چای بخوره صداش بگیره باورت میشه من یه هنرجو داشتم چای میخورد صداش میگرفت اینو رعایت بکنید کلا در طول زندگیتون مواظب باشید هر چیزی رو نخورید اگر فکر میکنید صداتون با اون میگیره این به فیزیولوژی که بدن رفتاره دقیقاً دیگه دیگه پیدا کنید اون مواد آلرژی سای خودتون بعضیا فلفل میخوان خیلی راحت اجرا میکنن ولی من خودم فکر میکنم که کلا شیرینیجات فلفل یا ترشیجات قبل از اجرا زیاد چیز جالبی نیست به دهن به دهن به جهت این که این توپاق میزنیم همه در عادی در اتفاق میزنیم <تصفح> 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 <اتفاق مستفح> به جهت این که به دهن این که ما نمیتونیم دلیل و جهت آل... قاطی شد اینجور <تصفح> <تصفح> به دهن این که دهن قاطی شد و نمیتونیم صحبت کنیم حالا جدا از مزا به جهت اینکه ما وقتی که اینا رو میخوریم بزاقه ترشون میکنه دیگه و خیلی راحت نمیتونیم برسون سعی داشتم به این فکر میکردم تو انقدر صدا جدیه اصلا الان که داشتی شوخی میکردی من فکرم آدم ها صدای تو رو میشنون نمیفهمند نمیتونن درک کنن که تو بتونی شوخی هم بکنی ولی اتفاقا یعنی اینقدر انقدر آدم شوخی دلقه که ما سست <تصفح> 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 این صدا رو تقلید کن خیلی زشته کارت خود تقلید کن خواهش میکنم. نمیتونم. خیلی کارت زشته. زش. اگر تونستی صدا رو در حنجرت به نمیتونه. جایزه میدی خودت این کارو بکن بالا انجام میدم حتما <applause> خود تمرین <applause> کردی اگر میتونستی اگر دوست داشتی باید من, من اینجوری خب باید بگی دیگه <تصفيق> 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 هر جور شده نمیتونم سعید خرسندی زشته 45 سال نکنیم خیلی خفنه یکی دیگه برو سعید نه یکی دیگه ای اینا چی با خود آوردی اینا بده برم آریا باشون بازی کنه اینا صداست خوب میشه ان بابا باور کن گفته خوب میشه بابا اینا صداست گوش کن واقعا ببین کدومش رو میتونی تولید کنی خودت خیلی عالی این اتفاقا یکی از تمرینه یه فن بیانه همین تمره فن بیانه که برای اینکه تو بس برو بیدار تو گفتی دیگه زشته سن و سالم نیسته آره نه زشته <applause> 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 یادت باشه زدی زیرش تو <تصف> <شو>. روحت <applause> خب بریم چند ساده دیگه بشه بریم ببینم خب نفر بعدی خدا روش کودک درون تنو زنده است دیدی من آدم شوخی هم میگفتی آره. که جدی و نه پشت پا. صحنه شوخی ولی وقتی که جلوی میکروفون میشینی خیلی جدی میشی خب، برخورد میشه جدی, می جدی خاطر... ماجرا نه خیلی هم اینجوری هم جدی آره وقتی صاف شاید. یو جدی میشه چه آره. من خودم نمیدونستم بریم سراغ نفر بعدی اگر گفتید که اگر گفتید حد بزنید من دارم پیدا میکنم دارم زمان میخرم بشتبیم بعد اسمشو میگم های مختلفی بر اساس تجربیت زندگی به ذهنم رسید. بدترین چیز تو این دنیا میتونه خیانت و یا مرگ یک عزیز باشه و بهترین چیز تو این دنیا امید. بهترین چیزها و بدترین چیزها بر اساس شرایط و زمان ما عوض میشن. هر دوشون کنار هم معنی پیدا میکنن. مثلا تا خیانتی نباشه تعهدی به چشم نمیاد و تا تولدی نباشه مرگی بله لا صدات خوبه فقط خیلی تند خوندی یعنی میتونستی تاثیر گذارتر اجرا بکنی شاید یه کچولی به خاطر زمانشون شاید حالا یکم اگر از سه در واقع تند خوندنش فاکتور بگیریم چه نظری داری؟ ببین خوب بود ولی نه. ببین یه جوری باید اون سرعتت رو انتخاب بکنی که مخاطب میخکوب بشه ببین الان من اگر که من و تو بخوایم بریم توی مهمونی این مدلی که پشت میکروفون میشینیم که حرف نمیزنیم که مثلا زمانی که داریم متن میخونیم خیلی جامع و کامل تو سر کله کله دوستام میزنیم بابا بابا اینجوری فلان اینا اگه بخوایم اونجوری که پشت میکروفون حرف میزنیم خسته کننده میشه برای آدمو ولی الان لاله داشت پشت میکروفون یعنی حرف میزد برای ما پس باید با تو معنی که مخاطب همراه بشه باش تصویر سازی بکنه وقتی تند و تند میخونیم گذر میکنی و با تو اجرا نمیکنی اون تصویر سازی اتفاق نمیفته بزرگ میشه ممنون خانم محبوبه میرزا بیگی محبوبه میرزا بیگی, بیگی. میدونی بهترین چیز دنیا میتونه چه چیزایی باشه البته بعضی چیزهای خوب رو نمیتونی ببینی یا لمس کنی باید با قلبت احساس کنی یا بعضی وقتا بهترین چیز دنیا میتونه شکست باشه. آره شکست. یه شکست بزرگ میتونه بهترین چیز دنیا باشه. و بدترین چیز دنیا هم میتونه رنج و تنهایی و اعتماد و بیخیالی باشه. آره بعضی آدما بهد احساس تنهایی رنج کشیدن میدن و یه کاری میکنن که دیگه هیچی دلت نهاد و از همه بدتر اینه که دروغای اون آدم رو به خاطر اینکه دوستش داری باور میکنی خب بفرمایید در خدمتی چطور بودش خانم محبوب میرزا بیگی؟ خوبه فقط اینکه آکسان اکسان گذاریش مثلا اینکه باید با قلبت احساس کنی یا بدترین چیز دنیا خیلی ما توی حرف زدن های روزمره ما به آکسان گذاری توجه نمی کنی. ولی سعی خیلی مهمه ها که توی صحبت کردن با آدم های اطرافمون حالا با کارمندمون با مدیرمون با دوست و رفیقمون وقتی آکسان درست رو میگذاریم اون راحت منظور ما رو متوجه میشه بعد دیگه حالا میگم توی مسخوندن که خیلی مهمه و همین الانش هم شاید خیلی از همکاره خودمون توی صدا و سیما متن که میخونن یا مثلا شعر که میخونن به خاطر همین آکسان های نادرستشون کلا معنی شعر یا معنی متن عوض میشه و فقط من فکر میکنم اگر اینو میگفت مثلا باید با قلبت احساس کنی با وجودش میخوند تمام کلمه ها رو همونطور که در اپیزود قبل گفتیم با معنای کلمه معنوس میشد و میخوند خیلی عالی بود درسته اونو بده من برم برای آریا بده من نه بازی نه, نه, نه. نکن واقعا چند سالتونه آقای سیزده سال دارم میرم تو چهارده خیلی هم خوب بفرد. خوب نه درست محمد جواد عطابک صدای بعدی بشنویم به نظر من بدترین چیز تو این دنیا وقتی هست که یه مرد توی زندگیش به این جمله برسه که کسی که پول نداره نه خودش خودش رو دوست داره و نه بقیه دوستش دارن و بهترین چیز هم از دید من این هست که انسان با تلاش خودش با کوشش خودش با میشه گفت عرق ریختن خودش جوری بره بالا جوری پیشرفت کنه که حتی فکرش رو هم نمیکرد صداش خوب بود نداریم یهو مثلا همه خانومن یهو یه آقا میاد میتره کنه واقعا ایشون بیس صدای خوبی که داشت کلام خوبی داشت و به نظر من خیلی درست خوند حالا توضیحی دره. هم در واقع مطلبش رو توضیحی اومد ارائه داد این نکته به نظر من قابل تعمالیه که من خودم توی در واقع استوریایی که توی اینستاگرام گذاشتیم برای دوستانی که گفتم صدا بفرستید این نکته رو بارها گفتم که حتما نیاییم روخونی کنیم بحث بده پردازی سختم از خونی باز... میشم تو دبیرستان و دبستان این, کار انجام شده اجرا میخواییم نه رو همینطوره بحث بده پردازی رو حالا سر فرصت توی این برنامه که قطعا فرصت نمیشه ولی میخوام بگم یه نکته خیلی در واقع یک سرفست مجزایی بده پردازی ولی خب اینا همش تمرینه دیگه نسیم میدونی یعنی کسایی که میان این موارد رو میگن طرف میگه متن رو میذارم کنار راجع به مثلا بهترین و بدترین چیز رفتم مطالعه کردم و وقتی که میخوام صدامو ضبط کنم خودم رو تو این چالش قرار میدم که بدونی که به چیزی نگاه کنم خیلی راحت متنمو بگم و این باعث میشه که خیلی روانتر باورپذیرتر و راحتتر با مخاطب ارتباط برقرار کنه سعید میدونی کدوم آدما بهتر میتونن اجرا بکنن و میتونن بازیگرای خوبی باشن میتونن گوینده های بهتری باشن میتونن اون حس رو منتقل کنن حتی به نظر من تو خوانندگی هم این اتفاق میفته کسایی که رویا پردازی میکنن تو خودت رویا پردازی میکنی خیلی تا دلت بخواد برای همینه که انقدر عالی اجرا میکنی و هیچ وقت من نشنیدم حالا تیزر میخونی عالی بعد هر قبوله. تیزری رو هم حتی عین هم نمیخونی هر کدوم رو با توجه به اون برندی که در موردش صحبت میکنی لحنت رو انتخاب میکنی این برای اینه که تو رویا پردازی میکنی خب حالا کسایی که رویا پردازی ندارن و بلد نیستن باید کتاب های عاشقانه بخونن باید فیلم های عاشقانه ببینن خودشون رو جای اون شخص بذارن خیلی بهشون کمک میکنه. خب ما از خانواده هامون یاد میگیریم دیگه قطعا مادر پدر تو هم مادر پدر با احساسی هستن که تو یاد گرفتی این تو وجودت هست و خیلی کسایی که خصوصا مثلا من دیدم کسایی که یا با پسرا بزرگ شدن دخترا لحن خیلی جدی دارن یا مثلا گفتن پدرم نظامیه چون که پدرم خیلی جدی بوده ما خونه اون مثل پادگان بوده کلا رفتاراشون پسرونه است صداشون هم پسرونه است اون احساسا رو ندارن و حتی تو زندگی مشترکشون هم دوچاره مشکل میشن مثلا همسرشون میگه که من نیم من دو یا نه یا اگرم میگه انقدر سطحی میگه که من اون عشق رو دریافت نمیکنم خب بعد ما داریم یاد میدیم به نسل بعدی دیگه چقدر خوبه که نسل بعد یاد بگیرن ابراز احساسات بکنن حالا البته این نسل بعد یه جورایی عجیب غریبن ولی شاید خیلی ابراز احساسات نمیکنن یا خیلی تروت ابراز احساسات میکنن یا زیادیه یا اصلا نیست خیلی روکن همشون ولی در هر صورت به نظر من این رویا پردازی خیلی خوبه اولین نکته به خاطر اینکه تو میخوای گوینده بشی یا مجری بشی یا بازیگر یا بری تو خط هنر خوبه یکی اینم که همینطوری توی زندگی عادیت موفق تری وقتی بتونی خوشحالی تو یا ناراحتیت رو جایی که باید شاید ابراز بکنی درسته نکته خیلی خوبی بودش و ارزم به حضورت که همیشه به این فکر میکردم که اگر قرار باشه توی یک جمعی صحبت کنم چجوری صحبت میکنم چه نوع حتی لباسی میپوشم چجوری برخورد میکنم چجوری وارد میشم چجوری ام... به خودم میرسم چطوری سعی میکنم که با دیگران ارتباط برقرار کنم انتخاب میکنی آره. این بارها بارها باره خودم رو توی استیج های مختلف میدید در واقع ذهنم اینطوری میدیدم و حس می کردم که چجوری می خواهیم اگر مثلا من برم روی مثلا استیج فلان در واقع سالون قرار بگیرم چطوری می خواهم اجرا کنم رویا پردازی که نسیم داره به ششاره می کنه منظورش اینه شما خودتون رو در موقعیت و در جغرافی های مختلف قرار بدین و بعد اتفاق هم براتون می افته, می افته دیگه انرژی دیگه انرژی هر چی جذب در واقع بخوای جذبش میکنه قطعا و درصد و اینکه بدون لیاقتش رو داری اینم مهمه که باورت هم باشه دیگه تو باور داشته باشی که لیاقت سوار شدن پرش رو نکن کودک با دکتر تماس میگیرم بریم سراغ شرکت کننده بعدی مرزه خاجو قرصت رو باید عوض کنی سلام عرض میکنم به همه شنونده های خوب رادیو دربست به نظر من بدترین اتفاق دنیا انتظاره انتظار کشیدن به هر شکلی انتظار دیدن یه دوست انتظار یک سلامی که شاید دیگه هیچ وقت نشنویم انتظار یک آغوش عاشقانه و خیلی انتظارهای دیگه البته به جا و بهترین اتفاق زندگی بازم از نظر خودم اینه که یاد بگیریم چطور تو لحظه زندگی کنیم و حال دلمون رو خوب کنیم برای تک تکتون حال خوب لبخند از ته دل و سلامتی آرزو میکنم شاد و خوش باشید مرتزا جزو منتخبین سری قبل بودن دقیقا مخواستم بگم چندین نفرم هم جزو در واقع نفرات قبلی بودن که حالا دو دوستشان تو این, این بار با انتخابشون نمی کنیم دیگه دلت سابون نزن <applause> دیگه آمون. نه آخه نفر اول نشد دیگه این ده به ده نظر خود درب دارم من زیاد روی در کسی نه مرتضی واقعا خوب بود بعد یاد یه موردی افتادم سعید خیلی وقتا توی کلاس وقتی من خب متنای مختلف رو با لحنای مختلف بچه ها میگم بخونن بعد لحن عاشقانه هم داریم دیگه متن عاشقانه باید بخونن یکی از متنامون خیلی هم خوشگل نوشته نوشت آقای تایماز رزوانی یکی از نویسنده خوبمون هستن بعد شروع میکنه به خوندن میگه نمیتونم بعد من براش میخونم میگه خانم رفع شما آخه اون زنانگی و اون اشور داریم ما چجوری ما یه مرد بخواد ببینید الان مرتضا خود. یا متن عاشقانه خوند یا خود تو بارها متنه عاشقانه خوندی که خیلی قشنگ اجرا میکنی مرتزا با اینکه صدای در واقع پریم داره یعنی صدای در واقع شاید سن بالایی هستش این صدا ولی به قول شما متن عاشقانه رو میخونی که متن رو جوری عاشقانه میخونی که یه مخاطب نسل زدم میشه نگاه گوش, میکنه, گوش میکنه, میکنه یا آدمش کم دوستا. که باله آره قشنگ خوند حس خوبی میگیرم دقیقا ازش. اون پس یک مرد هم میتونه متن عاشقانه رو قشنگ بخونه نیازی به اشوه نیست واقعا خیلی هم خوب بود حالا کاری نداری ولی بعضی از آقایون صداشون رو بم میکنن و دوست دارن اونجوری مثلا عاشقانه بخونن تو میزنه خوب نیست دیگه مثل خانمایی که ادا در میارن در. خیلی خوب بریم سراغ شرکت کننده بعدی فاطمه اموی خانم اموی بفرمایید به نظر من بهترین و بدترین چیزی که در دنیا میتواند وجود داشته باشد تنهایی است تنهایی می تواند ترین و یا ترسناکترین بخش زندگی هر انسانی باشد. به قول یک بزرگی، هیچ رابطه قادر به ازمیان بردن تنهایی نیست. هر یک از ما در هستی تنهاییم، ولی می توانیم در تنهایی یک دیگر شریک شویم. همونطور که عشق، درد تنهایی را جبران می کند. بسیار عالی. خب فاطمه صداد قشنگه فقط باز من میگم که اون حسی که باید نداشت و چرا کتابی خوندی بهترین و بدترین چیزی که میتونه وجود داشته باشه تنهاییه اگر اینجوری خونده بود گفت بهترین و بدترین چیزی که میتواند وجود داشته باشد تنهایی است من فکر میکنم اگر میشکوند آمیانه اصلا میخوند اصلا آمیانش کنین آره. فاطمه خانم ببین ناکنه بهتر بهترین و بدترین چیزی که به نظر من میتونه وجود داشته باشه فلانه سعید الان یه چیز باحت. بگم واقعا ام الان ام توی یوتیوب خیلی از بچه های م... بچه که بچه‌ای که همسن سال پسر من هستند ده 80 و اینها شروع میکنن به صحبت کردن گپا گف گفت زدن چیا کدوما بیشتر دیده میشن اونایی که راحت ترن راحت ترن خب حالا من و تو یه جورایی همچین گارد هنوز داریم خیلی شاد راحت نیستیم با میکروفون چون 20 تا ساله توی پشت میکروفون صدا ما بودیم یه مقدار حالا شاید اون دلیلش باشه همچنین واسه خودمون یه گاردی داریم ولی این راحتیه رو میخوان مثلا اینکه بگم سلام چطوری حالت خوبه الان کجایی به ما زنگ بزن بگو ببینم داری ما رو گوش میکنیم داری ما رو میبینی مثلا اینجوری ولی این که بخوایم خیلی کتابت بخونیم دیگه قدیمی شد این مال گوینده های قدیمیه درسته آخه. بر. صدای بعدی هم. آره حتما اینو من میبرم میبرم از این صدا بردارم صداش درم. میگه چی کار میکنی؟ سعید با یکی دیگه بزنیم آخه خوب میشه ان شاء الله نفر بعد اسمش نفر بعدی بشنویم بعد بهتون میگم اسمش چیه بهترین من پدر و مادر و تنها خواهرمه که وجودشون برام مثل تک تک نفسامه اما میتونم بگم آرامش یه خیال راحت یه خواب عمیق از جنس آغوش مادر و امنیت دستای پدر مثل بچگیام در کنار هم بودن و همین لحظه ها که تو شتاب زندگی گمشون کردیم دوست داشتن همین قدر نزدیک آرامش نهان آیندهی که در انتظارشی و اما بدترین میشه فراغ عزیزان و حسرت نرسیدن به هدف تو دلزدگی که بعد از خواستن عمیق میاد آدم هایی که دلزده میشن فهمیدن میشه عمیق ترین خواستن ها رو کنار گذاشت فراموش کرد اما نمرد بهترین ها بدرقه راهتون خب خانم محسا کسراییان محسا صدت قشنگه دیگه چرا غمگینی تو داری میگه بهترین من پدر و مادر و تنها خ... بهترین من پدر و مادر و تنها خواهرم چرا میگه بهترین من تنها پدر و مادرم و خواهرم چرا وقتی تو داری میگه بهترین ولی بعد در مورد بدترین داری صحبت میکنی بله اون موقع بدترین این اتفاقه ولی بهترین خنده داشته باشه از اول تا آخر تو لحنت یه جور بود انگار که یه متن داشتی میخوندی بهترین بهترینه دبت کرد خوابت میاد نه با. بازم داشتم به یه چیز دیگه فکر من مدام در حال فکر کردن فکر. هر ثانیه فکر می فکر می‌کردی؟ داشتم به این فکر می‌کردم که سبک صدایی بعضیا اگر یه کوچولو بخواد گامش بیاد بالا خیلی جذاب نباشه اصلا همه صداها که به درد همه متن و همه کارا نمیخوره آره من این اگر این متنو مثلا اون قسمت اولش رو بهترین شاید از اون در واقع نقطه امن صدای خودش خارج بشه و صحیح. جالب نمیشه. من نمیگم که صداشو ببره بالا ببین الان من نمیگم که بگه بهترین خواهر بهترین مثلا بهترین من پدر و مادر خواهرم من نگفتم اینو بگه با همون گام صدا که میگه که بهترین من پدر و مادر و تنها خواهرم بگه بهترین من پدر و مادر و تنها خواهرم یعنی با همون گام صدا ولی وقتی یک لبخند میاره اون بهترینه بهترین میشه من نگفتم گام رو بیاره بالا گفتم لحنش یک لبخند داشته باشه که اون عشق و محبت که تو داری به پدر و مادر و بهترین تو هستن مشخص بشه نه غمگین بهترین مادر و پدرم درسته میمیک های صورت بازم اینو تو اپیزود اول گفتیم تکرار میکنم اونایی که باز ندیدن حتما اپیزود اول دوم سومو ببینن چون نکاتیه که توی اون اپیزودا گفته شده به صورت کامل نشن. من خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم میمیک های صورت روی بیانمون روی لحنمون تاثیر داره صد. خب من الان دارم جدی صحبت میکنم امیدوارم که حالت خوب باشه سرحال باشید و میبینید بچه چقدر واقعاً عوض میشه. مشخص میشه. این حس توی وجود مخاطبم تاثیر میگذارد نقطه سر خط خب بذار یه بحث دیگه ای انجام بدیم کنیم یه چند تا فضولی کنیم زشته کار بدیه صندلی داغی خودت داشتی میگفتی فوزولی نکنین توی اپیزود قبلی یادت داشتم میگفتم میگفتم کار خوبیه م... منم روی رفتم اه. یاد گرفتم و اومدم کاری یه چند تا فوزولی کنم فوزولی خوبه نگران خوب. نباش آكی. یه صندلی داغی بریم ببینم نظر چیه بگو ببینم خوب. اجازه بده یه چند تا سوال نوشتم برات که خیلی به نظر من جالبه بعد جالب. جوابش فوش بدم فوشم میتونید بدید باش. که من بوق میذارم جاش این <تصفيق> <تصفيق> ای <فلا. تصفيق> آره, آره. <شاده>. <تصفيق> <تصفيق> خب بهترین و بدترین صدایی که سراغ داری آ بهترین و بدترین صدای سراغ دارم صندلی داغی ها آره بهترینش که خب غیر از مامانم خانم مریم و اسبور. خب برای من بهترینه دیگه باز خانم جاله صادقیانم هست از گویندای خانم خیلی صداشون دوست دارم خب بدترین آخه خیلی صداهای قشنگ داریم دور و باشه اشکال تو نداره حالا چند تو میگی دیگه بدترین صدا بدترین صدا وجود نداره اصلا کی میگه وجود نداره ما میگه وجود نداره نه وجود نداره اینم وجود نداره صدای می... بوق داری میگی منظورت نه من صدای کسی رو میگی م... میتونی صدای کسی بگی صدای بوق بگی اصلا هر چیزی م... صدایی که رو مخه صدای مثلا درل آها آره رو مخه باشه همونجا بهترین کنش. صدا صدای مامان و جاله صادقی هم بدترین صدای درک آره ولی یه چیزی هم بگم نکته خوبی رو بهش اشاره کردی اپیزود قبل در مورد این صحبت کردیم که متمرکز بشیم روی یک صدا آه. اه، یکی از دوستان میگفتش که ما رفتیم خونمون رو جای گرفتیم که مدرسه کنارمونه و صدای بچه‌ها ها جیغ و جی دادشون نمیذاره ما استراحت کنیم گفت روزای اول چون متمرکز بودم رو اون این صدای رو مخم بود بعد از اون به بعد اومدم تمرکزمو گذاشتم رو افکار خودم و اصلا دیگه نشنیدم اون صدا رو و این اتفاق اتفاق خوبیه چیزی که اذیتت میکنه نبینش نشنو مهم. خداحافظ شما سیگار میکشی؟ خیر البته بعضی وقت مثلا راستش رو بخوای بگم مثلا در طول یک ماه شاید سنخ چون سیگاری نیستم تازه اونم دودش رو تو نمیدم چون بلد نیستم ولی <applause> <applause> مامانم خب چهل خورده سال سیگار میکشه میگم میرم پیشش میگه سیگار میخوای مثلا یه راست میگن سیگار برای صدا خیلی خفنه نه no. چه ربطی داره الان من نمیکشم کلا مثلا صدام بد شد یا میتونه بهتر بشه مثلا اگر سیگار بکشی خیلی با خودت سیگار میکشی آقا خرسندی اعتراف کن بس بیا از سیگار واقعا تریاک مصرف میکنی آخه دیگه واقعا نیستم اهلش چرا اینا رو میچسبونن به گوینده میگن که آره اگر کسی صداش خوبه میخواد صداشو کوک کنه بعد سیگار اصلا صدا تو اگر میخواد کوک کنه بعد سیگار بکشی نه بعد ببین سیگار و دود و مثلا حال قلیون کشیدن بعضی صدا رو خراب میکنه بعدتر اتفاقا صدا میره مثلا مثلا صدای خانوما رو میکنه صدای مردانه میکنه و خوب نمیشه بهترین گوینده آخ خب معلومه دیگه من مامانم میگم دیگه بدترین گوینده بدترین گوینده نمیگی نه آخه نمیدونم و اینکه من نمیتونم قضاوت کنم تعدادشون گرنم. زیاده <تصفيق> <تصفيق> حرفه ای نیستن نمیگیم بعدا خیلی خوب نه من زیاد گیر نمیدم دوست نداری جواب نده بهترین دوستی که به واسطه کار گویندگیت پیدا کردی بهترین دوستی که بازم میگم جاله صادقیان چه جالب بدترین توپقی که زدی بدترین توپقی که زدم خب یادم نمیاد خیلی مثلا ناجو ولی یه دفعه ما برنامه ازان رو داشتیم بعد باید میگفتیم که ازان مغرب به افق یزد مثلا فلان ساعت ازان مغرب به افق اصفهان فلان ساعت باید تایم های های مختلف رو در شهرهای مختلف میگفتیم یه بارشو گفتم اذان مغرب به افق تهران در یزد چرا این تو بود آره و یه بار دیگه خیلی کوچیک بودم یعنی تازه اوایل کارم بود رادیو جوان بودم گفتم که رفته بودم از خودم دور دور رسیدم ساعت ده که اعلام کنم ساعت ده گفتم ساعت ده اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان تو میکروفون هنوز میکروفون نگرفته بود چون بدو بود اومده بودم لفظم نگه داشتم خیلی واقعا زایه شد کلی دوام کردن خب اگه قرار باشه یه نفر رو آنفالو کنی آنفالو کنم نمیدونم من آخه خب، یه چیزی بهت بگم خیلی ها مثلا میگن فلانی مثلا دشمنی میکنه باد. من میگم خدا بهش کمک کنه من اگر که حرف نامربوطی به هم بزنن توی خصوصی یعنی اولین جمله رو که بگن بلاک میکنم کلا اسمشون چی میذاری تو بلاکی ها؟ آره یا عالمم دارم داری؟ اسمش آره. چیه؟ اسمه چی؟ اسم چی؟ اسم بلاکی خیلی هم. اسمشونو چی میذاری آقا من یه شماره میخوام بلاک کنم اسمش خب؟ باید یه چیز بذارم دیگه سیوش میکنم آقا اون آدمه رو بلاکش میکنی آره اون آدم. مزاحم هم... اگر زنگ بزنه نشناسی شماره شو اونم چه اسمی براش مزاحم و بلاک میکنه آه آها مزاحم آره مزاحم یک تلفنی مزاحم ندارم ولی حالا بعضیا حالا حالشون خوب نیست دیگه میان یه چیزایی توی فضای مجازی گاهی میگن کلا بلاک دمت گرم خب بذار یه سال دیگه ببینم چی میتونم پیدا کنم ام... خب اینه که گفتی در مورد گوینده خوب و گوینده بعد یه سوال کردی میخوام یه چیزی بگم میخوام بگم که من به شخص اخلاق آدم ها خیلی برا مهمه یه موقعی هست ممکنه یه نفر گوینده بسیار حرفه ای و عالی باشه ولی اخلاق نداشته باشه یکی ممکنه که گوینده معمولی باشه ولی اخلاق داشته باشه من توی رفاقتم اگر که یکی از دوستای من اخلاق خوبی داشته باشه که واقعا دوستای عزیزی دارم که خوش اخلاق هستن قیافه‌شون هم برام مهم نیست یعنی ممکنه یکی بگه که این دوستت اصلا زیبا نیست میگم خیلی خوشگله چون اخلاقش قشنگه توی گوینده ها و توی حرفه ما هم سعید فکر میکنم که اون اخلاق خیلی مهمه تو خودت الان سال هاست داری کار میکنی گوینده هایی که خوش اخلاق ترن رو بیشتر و راحت تری باشون کار بکنی کسی که بخواد خودش رو بگیره یا بخواد یه جوری با تو حرف بزنه از بالا و تو نگاه کنه فکر میکنم مجبور باشی باش, باش، کار میکنی درست میگم دقیقا همینطوره منم هم حس صداشون هم مشخص میشه همینه همین که اصلا من با آدمی که اخلاق کار نمیکنم فرق. دقیقا. یا دوستم ندارم اصلا با اون آدم ارتباط برقرار کنم چون اخلاق برای از همه چیز مهمتره. تره و وا... قول حسین مثلا... مستن... رفی اول اخلاق دوم اخلاق سوم اخلاق آره من چهارم اخلاق آره پنجمم اخلاق ششمم اخلاق هفتم اخلاق خیلی خب باشه دیگه هشتم اخلاق نهم اخلاق بس اخلاق... بوقتو بزن گفتم بله. <تصحيح> 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 دیر شد بریم سراغ نفر بعدی تایم بوقت بریم نفر بعدیمون که امروز میخوایم صداشو براتون پخش کنیم و بشنویم خانم نازنین جعفر برای من همیشه رسیدن بهترین چیزی بود که میتونست نصیبم بشه همون پروانه هایی که ته دلم پرواز میکرد بعد از اینکه مطمئن میشدم آخیش بالاخره رسیدم اصلا به نظر من رسیدن قشنگترین پنج حرفی فارسیه ولی کاش همیشه آخرش همین بود هیچ وقت جدایی در کار نبود همینه که انقدر ذوق کور میکنه که قید رسیدن رو میزنی میشه یه تیکه از آخر شعری که میگه رسیدن از تو جدایی درود بر نرسیدن چه قشنگ بود واقعا رسیدن از تو جدایی رسیدن از تو جدایی نازنین بود صداشم نازنین یعنی خیلی دوست داشتنی بود صداش من دوست داشتم بازم صداشو بشنوم دیدی یه صداهای اینقدر قشنگه تو سیر نمیشه از شنیدنشون نازنین از اون صدا هست یعنی من فکر کنم کتاب صوتی بخونه قشنگ گویندگی بکنه قشنگ من خیلی صداش شفاف شد نه خب خوب بود نمیدونم آموزش دیدی یا نه نازنین ولی صدات خیلی خوب بود خیلی هم قشنگ خوندی اون خنده و شادابی رو من قشنگ تو صداش حس کردم دمت که اینقدر راحت و صادقانه گفتی مصطفى خاشی تو این جهان پهناور زیر سایه رحمت خدا هیچی بدتر از صدای گریه یک کودک که در اثر جنگ آواره یا شاید یتیم شده نیست وقتی که سرنوشت یک کودک به خاطر خواسته های سیاست مداران با جنگ آوارگی رقم میخوره هیچ صدایی بدتر از صدای گریه نیست هیچی هم بهتر از صدای خنده و شادی بچه ها نیست تا حالا به صدای خنده و شادی بچه هایی که توی پارک یا توی یه حیات مدرسه مشغول و دقت کردید بهترین موسیقی عالمه خب آقا مصطفا صدای خیلی خوبی داره ولی مقطع مقطع میخوند روان نمیخوند و اگر روان بخونه به نظرم خیلی میتونه مجری گوینده موفقی باشه چون بیس صدا رو داره حالا اگر آموزش ندیده دفعه آموزش بعدی دوستانی که صداشون رو ارسال میکنن شغلشون هم به ما باید بگن خیلی شغل و اینکه آموزش دیدن باره. یا به بگن. بگن, خیلی, خوبه. خیلی تاثیر میذاره که بتونیم در واقع نفرات رو راحت آنالیز کنیم خانم میترا فضایلی نفر بعدی هستن که توی اپیزود چهارم با نسیم رفیع عزیز صداشون رو میشنویم این اپیزود هم خدمتون بگم که در عواست آبان داره ضبط میشه آبان 1402 تقدیم حضورتون میشه امیدوارم که چند سال دیگه وقتی به این ویدیوها نگاه میکنیم بگیم دممون گرم چه کار باحالی کردیم که دوستانی اومدن کلی در واقع چیزها یاد گرفتن و تونسته باشیم شما رو توی مسیر درستی امشان. در واقع قرار بدیم خانم میترو فضایلی بهترین و بدترین چیز تو دنیا بسته به نوع نگاهت به دنیاه بهترین و بدترین هر کس برای زندگی خودشه بدترین دنیا برای من این یکی از عمیقترین خواب شبانه با صدای کمک خواستن عزیزترینت بیدار بشی و نتونی کمکش کنی و برای همیشه از دستش بدی و دنیات تاریک تاریک بشه و قلب تکه تکه بهترین اتفاق هم اونه که بفهمی که کسی که دوستش داری و بهش فکر کردی دوستت داره و بهت فکر کرده و بهت گفته و باز اگر این بهترین بعد از اون بدترین باشه نمیشه که از بهترین اتفاقت با دل خوش شاد باشی میترو هم صدای خوبی داره حالا به خاطر اینکه زمانمون کم بود شد یه مقدار تند خوند اگر یه مقدار آروم تر میخوند بهتر بود برای نمایش نام صداش خوبه و من دوست داشتم صداشو نه شما این, کارت این دفعه هم خیلی سخت آره دقیقا الان من علامت خیلی بزاری خیلی کردم صدهایی رو داری. که پسندیدم خیلی کار سختی انتخاب خیلی سخته پنج نفر انتخاب میشن یک نفر تو اپیزود قبلی خانم فریور بهمنی بله بیشترین تعداد رأی رو آوردن که تا الان من هشت نفر رو انتخاب کردم آره که شما در واقع قرار چهار ساعت آموزشی به صورت رایگان بله چش باشون کلاس داشت شوشید پیشنهاد خودتون چشم. بود بله، 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 گرم بله، بله، و حتماً. من با ایشون هم یه پستی درست کردم که توی صفحات اجتماعی خودمون منتشرش بله. کردیم این سری هم همینه از بین این تعداد نفراتی که شما انتخاب میکنید که پنج نفر هستن دوستان میان رای میدن به اون کسی که بیشترین رای رو میاره در واقع ما در خدمتش هستیم و ایشاله که موفق باشه خب نفر, 25 نفر بشن. بعدی رو آره بشتم این منطق قبلش اگر اشکال نداره من بازم یه چند تا در واقع آره کامنت دوستان رو بخونم که اینم خیلی میتونه با شاید سوالات خیلی سوالات زیاد بودش من من اینا رو گلچین کردم حالا رو... دستبندی کردم گفتم سوالاتی رو بپرسم که... آره، سآلاتی بپرسم که آره سوالاتی بپرسم که خلاصه هم به درد دیگران بخوره همین که در واقع خیلی چیز نباشه دیگه خیلی زیاد نباشه میزان در واقع صحبت کردن در موردشون گفتن آقا شما همش میگید شمرده صحبت کردن دقیقا یعنی چی منظور مکس بین کلمات شمارده صحبت کردن؟ شمرده صحبت کردن یعنی اینکه تو از لب و دهنت درست استفاده بکنی شل صحبت نکنی کلمات جامع و کامل شنیده بشه و اینکه مکس کردن فرق میکنه دیگه با شمرده صحب... مکس یعنی ما میگیم که اگر میخوای دلپذیر صحبت بکنی یک سره صحبت نکن که مونوتون بشه یه جاهای مکس داشته باش با شمرده صحبت کردن فرق میکنه مکس رو بچه ها زمانی ما توی متنهای مختلف و حتی توی صحبت کردن همون به کار میبریم که در واقع مفهوم بده به شرایط حرف زدن مونا این نکته مهمیه الان من براتون یه چند تا مثلا صحبت که دارم میکنم چند بار مکس میکنم مثال دارم میگم که ببینید بچه ها شما صحبت کردن خیلی میتونه مهم باشه شما صحبت کردن مکس خیلی میتونه مهم باشه اون خیلیه باعث میشه که شما تو ذهنتون در واقع اون کلمه خیلی نقش ببنده و میزان حساسیتش رو متوجه بشید اگر داریم میگیم مکس فرق میکنه با شمرده صحبت کردن دلیل نسیم همینه درسته؟ بله درست مشکلی که نیسته خیلی ندا سعدی نفر بعدی بهترین چیزی که در این دنیا وجود داره آغوش بیدریق پرمهر مادره جایی که میتونی خودت رو رها کنی و خودت باشی جایی که برای تمام درد مرهمه آرامش آغوش مادرت و بدترین چیز حرف حرف باید مراقب حرف هامون باشیم با یک حرف میتونیم آبرویی رو ببریم و یا یک زندگی رو ببخشیم پس یاد بگیریم مراقب حرف هامون باشیم و انسان امنی باشیم برای حرف هایی که میشنویم ببین لحنش یه جوری بود که انگار میگه که باید حرف منو گوش کنی ولی اگر عشق پشت حرفاش بود و یه مقدار آرام تر صحبت میکرد بیاین یاد بگیریم که این کار رو انجام بدیم بیان یاد بگیریم که این کار رو انجام بدیم ببین چقدر فرق میکنه لحنش اگر که عشق بیشتری توش بود اما. آره یه مقدار تحکمی صحبت میکرد تو هیچ وقت تحکمی صحبت نکن می خب خیلی شما. ترسناک میشی جدی, جدی میگم خیلی بی ادبی خب نفر بعدی نفر خانم ندا سعدی صدای خوبی داری آره لحنت رو اعصاب نداری فرندلی تر کن آره اعصابش خوب صدای خوبی داری اعصاب نداری لحنت میکنه نفر بعدی هومن نوایی هومن بگو ببینم چه خبره داشتم به این فکر میکردم که بدترین چیز این دنیا چیه اینه که با تمام شگفتی های جهان احساس پوچی و بیارزشی کنی و به تمام تعلقات ریز و درشت این دنیا وابسته شی باورم اینه که زندگی تنها یه فرصت زیست پر از تجربه های ناب از تولد تا مرگ گاهی سخت و طاقت فرسا اما برای پختگی برای بیداری از این خواب دنیاوی باید تاریکی ردشی که به نور برسی مشتبه شکوری حرف قشنگی زد این تاریکی گور نیست تاریکی رحمه برای تولدی دوباره از نوع آگاهی پس بهترین چیز این دنیا میتونه آگاهیش باشه این تاریکی گور نیست من گفتم که چرا بیتربیت شدی و وسطش گور بود باید گور نیست <تصفح> <تصفح> نه صداش قشنگه ولی از لب و دهنش استفاده نمیکنه دیگه این تمالی فکت داره الان میگم شمرده شمرده حرف بزنی آن آقای و خورساندی خیلی خوشم میاد از صدای شما شما صداتون خیلی قشنگه خب بابا از, از, این لب و دهن استفاده کن ببین چقدر بهتر میتونی حرف بزنی آقا هومن بعدش هم گور نگور اینجوری نگو بالکلو نه شما میگم نیایش ایزدی بریم به نظر من بهترین و بدترین چیزی که در دنیا وجود داره و اتفاقا قابلیت تاثیرگذاری بسیاری رو بر روی ذهن انسانها داره خوبی و بدی کردن در حق دیگرانه پس با علم به این موضوع ورژن زیبایی از خوبی ها در حق دیگران باشیم تا همیشه حال خوب رو تجربه کنیم ببین صداش قشنگ بود ولی اگر که یک مقدار روی آکسان گزاریش بیشتر دقت میکرد مطمئنم که قشنگ تر میشد حیف دیگه آموزش اگر ندیدی آموزش ببین اگر آموزش دیدی با آکسان گذارید بیشتر توجه کنید صدایشون هم کیک میزنید یا نه؟ تیک زدم آره جز صدای خوب بود خیلی خوب باشه من. بریم سراغ یه دو تا دیگه بیشتر صدا نمونده اوکی. در واقع زمان اونم محدوده میگن برنامه‌تون یکم سعی کنید که یکم اپیزوداتون رو یکم به ما گوینده ها میگه نگم هم... کم حرف بزنین به ما گوینده ها میگه کم حرف بزنین ما همین خیلی حرف میزنیم ما خانوما مخصوصا و گویندن باشیم که بیشتر میگه میشه ما به هم بیافتیم کم حرف بزنیم <applause> نمیشه اختیار نه جدا از شوخی باید یه مقدار در واقع صحبت بشه دیگه راجع به هر چیزی چون دوستان ما اگر مخاطب خاص رو راه انداختیم دلیل دارد نقطه دلیلش چه می باشد؟ علامت سال دلیلش این می باشد که با صداهای شما بتونیم نکات گویندگی رو بگیم هم بهتون کمک کنه همین که این صداهای شما نکاتی که توش داره مطمئن باشید این نکات برای نکات در واقع دیگران هم هستش استفاده میکنن و ما ما بینی سعی میکنیم مثل مفاهیمی که به گویندگی شما کمک میکنه به حرف زدن شما به هنر سخنوریتون کمک میکنه سعی میکنیم که بگیم دیگه حالا یه چیزی هم هست سعید ممکنه یکی بگه که من که خودم اصلا دارم الان سال کار دوبله میکنم یا کار گویندگی میکنم یا کار اجرا میکنم اصلا اینا چی دارن میگن اولی که خودت صدا فرست و فرستادی و قضاوتت کنیم ما که مجبورت نکرده بودیم این یه نکته دوم این که ببین ممکنه الان تو این متنی که خوندی خوب نبودی و من ازت ایراد گرفتم سعید ازت ایراد گرفته شاید جای دیگه متن دیگه بخونی عالی باشه که همون که یکی از من چند روز پیش رفته بودی یه جا تست داده بود سالها سر کار میکنه برنامه زنده اجرا کرده برای کتاب صوتی رفته بود تست داده بود گفت رفتم اونجا هل شدم و خرابکاری کردم و اونجوری که باید شاید خود واقعیم نبودم و اینکه یا موقع ناراحت نشد از که ما ایراد میگیریم شاید الان تو این متن خوب نبودی همیشه شاید عالی عالی باشی نمیتونیم مرسی نرگس علی محمدی و وحید دایی پشت سر این دو تا صدا می رو میشنویم اون وحید کدوم دایی وحید دایی وحید ام... وحید دایی دا عمونا. وحید اموی بزن شما. <تصفح> خوبه <تصفح> بله نرگس محمدی وحید <تصفح> دایی بدترین و بهترین چیزی که در این دنیا <تصفح> میتونه وجود داشته باشه شاید در این جمله خلاصه شده باشه فقط دو راه برای زندگی کردن وجود داره یکی اینکه هیچ چیزی معجزه نیست و راه دیگه اینکه انگار همه چیز معجزه است صداش مثل ماماناست مامانا مهربونی که خوش دست و پنجم هستن صداش خیلی مهربون بود خوب خوندن ولی فکر میکنم یه مقدار اگر تمرین بکنن میتونن عالی ترم باشن و حرفه ای ترم باشن و عشق بیشتری توش باشه جنس صداش جنس صدا خیلی خوبیه نرگس خانم آقا وحید دایی رو بشنوید دل همه رو به دست آوردی ها به همه گفتی جنس صدا تو خوب آخه جنس خب خودت خوب انتخاب کردی دیگه تو گلچین کرده بودی از میونه یا عالمه صدا صداهای خوب گذاشته بودی تقصیر من نیست که دست شما در دست خود در مرسی وحید دایی سلام خدمت همه رادیو دربسی های عزیز از نظر من بهترین چیز این دنیا داشتن یه حال خوبه یه حال خوش اینکه بتونی چجوری حال خودت خوب بکنی به هر نحوی داشتن هر چیزی که بتونه اون خوبی و اون حال خوب رو به تو القا بکنه به نظر من بهترین چیز این دنیاست و از کلیچه بودنش حالا بگذریم به نظر من نبوده عزیزامون کنارمون تو این دنیا بدترین چیز این دنیاست خب این وحید انگار از روی متن نمیخوند داشت حرف میزد مطمئنم که از روی متن آره دقیقا داشت حرف میزد و ما قرار شد که به بچه ها گفتیم بنویسن و بخونن که ما بخوایم اونجوری به اصطلاح قضاوتشون بکنیم توی حرف زدنش هم یه کوچولو منومن داشت انگار نمیدونست چی میخواد بگه بنابراین نمیتونیم قضاوتش کنیم صدای خوبی داشت به صداش خوب بود ولی یه جورایی تو هوا بود این نمیدونست که خودش با خودش چند چنده یعنی اگر قرار بود من نمره‌ای به بداهش بدم نمره عالی بهش نمیدادم صداهای اضافه هم نسیم جایینو به دوستان بگیم صداهای اضافه هم کلن گوش مخاطب رو خسته میکنه ببینید همین خسته میکنه میدونی چرا باشیم. چون باشی. من منی که دارم میشنومت وقتی که منو من میکنی میگم که این خودش نمیدونه با خودش چند چنده چی داره میگه من برچه بشنومش ولی وقتی با اعتماد به نفس و قشنگ داره صحبت میکنی و کلمات رو ردیف میکنی کنار هم دوست دارم بشنومش به قانون سه تا پنج ثانیه اعتماد داشته باشیم همیشه بهترین پیام ها توی سه الا پنج ثانیه اول مخاطب رو جذب میکنه ما اگر قرار باشه راجبه چیزی فکر کنیم بعد حرف بزنیم حوصله مخاطب سر میره میگه طرف اصلا حرفش برای من اهمیتی نداره فکرات قبلا بکن آره فکرشو رو باید قبلش بکنی تمام این فکرها که جمع شد تو ذهنت که چیدی خیلی راحت و با اعتماد به نفس همون اول به بسم الله رو که میگی با تو تهش درست پیش بری دیگه دقیقا. که در واقع کامنت خیلی از مخاطبین اونم همه همین بود که آقا میگفتن که طرف یا خیلی از گوینده ها الان این روزا خودشون که میان حرف میزنن اصلا نمیفهمن خودشون دارن چی میگن این جزء در واقع نکات منفیه که شاید ما که هنر و سخنوری دوست داریم باید حواسمون باشه که بدونیم از کجا باید شروع کنیم و کجا باید تمامش کنیم تموم شد دیگه برنامه متاسفانه یه بوق آخر هم بزن شما یه بوق میزنیم فرها دارم پوست سرانه میکنیم یه حالا این آروم شد تو نمیزه خیلی خواب بسته خداحافظ ما رفتیم میشه این صداشو تقلید کنید برو برو اگر تقلید صدای خوبی بدید خب چی قراره بدی اینو به من بگو خودت هم نتونست یه یه لامبورگینی یه لامبورگینی آره لامبورگینی بهتون قول میدم لامبورگینی درمز کروک باشه دست بدن اصلا کروکش نیست خداحافظی کن دیگه خداحافظ با بوغازات خداحافظ میکنم میرم با دکتر صحبت میکنم خوب میشه <تصفح> <تصفح> <قول میم. تصفح> خیلی ممنونم باهمون همراه بودید مرسی نسیم. مرسی از خودت خیلی پر انرژی خوب هستی از خودت جذاب بودی دامنت گرم اومدی با دکترم صحبت میکنم فرصت داشت آره حتما اینو برو خداحافظ فرهاد خوب میشه مرسی بچه خداحافظ با خدا. این دور بی خداحافظی بیکاریم خداحافظ خداحافظ, خداحافظ. خداحافظ.